Салам алейкум, тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. Дар шаҳри Душанбе, пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон, омодагиҳо ба баргузории саммити панҷуми машварати корӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё дар таърихи 14-15 июни соли равон ҳамаҷониба тақвият меёбанд. Ба таъкиди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Осиё хонаи ҳамаи мо аст ва агар Осиё хонаи ҳамаи мо бошад, пас мо бояд ҳамагон дар ташкил ва гузаронидани саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё дар шаҳри Душанбе масъулият дошта бошем. Шаҳри Душанбе барои баргузории ин чорабинӣ шабона рӯз новобаста аз рӯзҳои кориу истироҳатӣ омодагӣ дида мешавад. Бо истифода аз имконияти баргузории саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё дар шаҳри Душанбе, мо метавонем бори дигар Тоҷикистонро дар минтақа ва ҷаҳон ба таври шоиста муаррифӣ ва талошу ташаббусҳои ҷаҳонии кишвари худ дар раванди ҳамгироии минтақавию байналмилалӣ ифтихор намоем. Гузориши ҳамкорони мо аз рафти омодагиҳо ба саммити панҷуми машварати кори ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё дар шаҳри Душанбе. Тавре таъкид гардид, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, зимни суханронӣ дар саммити машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё дар Ҷумҳурии Мардумии Чин дар соли 2014 изҳор доштанд, ки Осиё хонаи умумии мост, ҳамаи мо хоҳони онем, ки дар хонаи умумии мо сулҳу субот حکم فرما باشد و تفاوتی سطح رشد اقتصادی را حرکت بر سوی پیشرفت عمومی به ترتیب درآورد. آسیا خانه عمومی ماست، اما ما خواهانیانیم که در خانه عمومی ما صلح و ثبات حکم فرما باشد و تفاوتی سطح رشد اقتصادی را حرکت بر سوی پیشرفت عمومی به ترتیب درآورد. ما باید اقتدار مشورت همان را پورا استفاده نماییم تا که در زمینه مکالمه وسیع سعی و کوشش عمومی بهر رشد استوار اقتصادی و امنیت مشترک جامعه با ثبات و شکوفان خلقهای آسیا را برپا نماییم. محض در دایره همین تاکیدهای سرور دولت محترم امامعلی رحمان در شهر دوشنبه برای تشکیل و در سطح بلند گذراندن سمیت مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا با مسئولیت بلند و حس افتخار زیاد از وطن و وطنداری و به خاطر معرفی بیشتر تاجیکستان همچون دولت پیشبرنده سیاست خارجی درهای باز تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود. امروزها نو واسه از روزهای استراحت پایتخت مملکت برای برگزاری سمیتی مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا که در کاری آن اشتراکی رابط عالی مقام و نمایندگان و کارشناسان مسئولی بیش از 30 دولت دنیا و تشکیلات و سازمان های بانفوزی منطقوی و بین‌المللی پیش بینی شده است آماده کرده می شود و خطسیر های سفر مهمانان و همه گوشه و کانال شهر دوشنبه آراسته و زیبا گردانده می شود. هرچند مراتبه اول نیست که پایتخت مملکت شهر دوشنبه میزبان چهارمین های بانفوذی سطح منطقه و بین المللی می گردد، ولی آمادگی ها برای برگزاری این چهارمینی بانفوذ در شهر دوشنبه دیگرگونه و در سطح بلند انجام داده می شود. با تاکید کارشناسان سمیت دوشنبه ادامه تدبیرهای مشترک دولت های اعضای مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا در راه رشد و توسعه بیشتری همکاری ها از دوره برگزاری نخستین سمیت این تشکیلات در سال 2002 می باشد و اعلامیه که در دوشنبه قبول کرده می شود در شرایط دیگرگونی با صورت حیات در منطقه و جهان و ظهورات مشکلات نو بنوی بین المللی حجت نهایت مهم خواهد بود. آینده آسیا در زمان جهانی شوی از بسیار جهت وابسته به خود ماست. آسیا در تاریخ تمدن جهان بارها محرک رشد عمومی بود. در روزهای ما بسیار دولت های آسیا مثال های رو بلندسازی رشد اجتماعی اقتصادی را نمایش می دهند. ما با تجربه غون شده تکیه نموده می توانیم و باید راه بنیاد آسیا شکوفان و بخطر را کوشایم که آینده درخشان را برای خلقهایمان تأمین کند. با نظر داشت مناسبت های نیکی جمهوری تاجیکستان با دولت های اعضا و ناظیر، اینچنین تشکیلات و سازمان های منطقوی و بین المللی اشتراکچی، همگان بران نظرند که سمیت دوشنبه در تاریخ موجودیت مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا در دوره رئاست تاجیکستان در این مشورت بانفوذ بین المللی نقش موثر داشته می تواند. زیرا یکی از هدف‌های اساسی مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا از زمان تأسیس یافتنش نیز این تحکیم همکاری و باوری و اعتماد دولت‌های آسیا
برای تامین امنیت و آرامی در منطقه می باشد که کشور ما علاقه در این سمت نقش و مقام استواری جهانی دارد. روزهای 14-15 ایون سال روان شهر دوشنبه به میدان بررسی و حل مشکلات نو منطقه آسیا و دریافت راه و اصولهای منفعتبار حل مشکلات منطقوی تبدیل خواهد یافت. این هم در حال است که در ماه قبل تاجیکستان با برگزاری کنفرانس بین‌المللی سطح بلند دایر به مقاومت به تروریسم و منبع‌های مبلغ‌گذاری آن بار دیگر موقع خود را در مبارزه با همه گونه ضرورات نامطلوب منطقه و جهان استوار و تغییرناپذیر اعلام کرده بود. مهم است که نهادهای به طور سودمند عمل کننده را ثابت قدمانه تقویت بخشیده همکاری بین منطقوی را در آسیا استوارانه وسعت دهیم. جمهوری تاجیکستان آماده است که در این روند سازندگی فعالانه اشتراک نموده سهم خود را برسیدن به مقصد و وظیفه های تحکیم همگیرایی بین آسیا در بخش های حربی و سیاسی، اقتصادی، گومانیتری و بخش های دیگر گذارد. موضوع دیگر، قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان با تشبث بواسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان با مقصد حمایت منفعت های اقتصادی مردم، بلند برداشتن مدنیت معرکه آرایی شهروندان و پست کردن سطح کم بضاعتی 8 ایون سال 2007 قبول گردیده. در سالهای 2008، 2010 و 2017 با نظرداشت تکلیف و پیشنهاد مردم با آن تغییر و ایلاوه ها وارد کرده شد. تجربه سالهای آخر اثبات نمود که رعایت مقررات این قانون ملی مشکلات مالی مردم را آسان نموده است. معلومات بیشتر در گزارش همکاران ما. قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان که با هموازی اهل جامعه به میان آمد، در تاریخ قانونگذاری نه تنها تاجیکستان بلکه دیگر دولت‌های آسیای مرکزی نیز حادثه واقعا هم بی‌مثل و مانند بوده، از جهد و تلاش رهبریت دولت و حکومت در جاده بنیاد جامعه شهروندی و دولت حقوق بنیاد که زمینه آن را ارزش‌های ملی و دینی تشکیل می‌کنند درک می‌دهد. با قبول قانون مذکور دولت ما با تنظیم مهمترین رکنهای حیات اجتماعی، انعنه و مراسم ملی و دینی رو آورده برای به منفعت اقتصادی، استواری حیات اجتماعی و حمایت حقوق و آزادی های شهروندان روانه گردیدنی آنها عملی به نهایت خیر را انجام داد. طور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در پیام خود تاکید نمودند، ظاهر پرستی و اسراف‌کاری و رعایت ناآگاهانه انعنه و رسم و آیین های خلقی و دینی در نوبت خود سد راه بلند گردیدن سطح زندگی اهالی می باشد. تجربه سالهای آخر اثبات نمود که رعایت قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها در جمهوری تاجیکستان نه تنها مشکل مالی مردم را آسان کرد، بلکه برای دیگر مردمان کشورهای منطقه آسیای مرکزی که با تاجیکان در دایره انعنه های مشترک زندگی می کنند نمونه خوبی عبرت شد. با عملی شدن حکم قانون مذکور، مشکلات قشرهای گوناگون جامعه علل خصوص اهالی کم بضاعت به اندازه چشم رس آسان گردید. تا قبول قانون ملی به هر عائله تاجیک تقریبا 70 معرکه و مراسم از جمله 10 مراسم عزاداری و بیش از 60 معرکه خرسندی راست می آمد که خراجات زیادی مالی در پی داشت. امروز باشد توی مراسم ها واقعا هم کم خرج شده اند. یادآور می شویم که پیش از قبول قانون مذکور مراسم دینی به ضیافت های با دبدبه تبدیل یافته بودند و دسترخوان معرکه های عزاداری از خرسندی کم فرق می کرد. اکثریت مردم بیشتر به خود مراسم نه بلکه به ضیافت ها توجه داشتند. تجربه تطبیق قانون ملی اثبات نمود که وابسته به رشد جامعه و حمایت منفعت های شهروندان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان تکمیل داده شود. بنابراین در دوام 12 سال به قانون مذکور 3 مراتب تغییر و ایلاوه ها وارد کرده شده است. وقت اثبات کرد که قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان برای محافظت و نگه داشتن رسم و تعامل و انعنه های ملی سری وقتی و ضروری بوده، شرایط زندگی مردم را بهتر و برگزاری معرکه ها را در دایره تنظیم فراهم آورد. بخشیده با تجلیل سازوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان در مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروخ، طبق نقشه 94 انشاءات تعینات گوناگون بنیاد و مورد استفاده قرار داده می شود. همکارانمون از جبهه سازندگی در شهر خاروخ گزارش می دهند.
Айни замон дар шаҳри Хорух корҳои сохтмонӣ дар 8 адад иншооти муҳими хоҷагии мамлакат бо маром ҷараён дошта. Сохтмони мактаби нави рақами 8 барои 640 хонанда дар шаҳри Хорух аз зумраи он иншоотҳои азиме мебошад, ки аз 3 блок ва аз 3 ошёна иборат мебошад. Барои марҳилаи якум аз рӯи лоҳияи пешбинӣ гардида, аз тарафи дирекцияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 3 миллион сомонӣ ҷудо гардид. Корҳои бунёдӣ дар зербинои мактаби бо истифодаи техникаи пуриқтидор дар ҷараён аст. Дар сохтмони бинои маъмурии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хорух низ корҳои заминӣ ба анҷом расида, пешбурди корҳои сохтмонӣ аз ҷониби пудрачии сохтмон ҷамъияти дорои масъулияташ Маҳдуди Ҷовид таъмин карда мешавад. Корҳои сохтмонӣ аз моҳи апрели соли 2019 бо маблағи ҷудо гардида зиёда аз 1 миллион сомонӣ дар ин иншоот оғоз гардид. Бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хорух аз 7 ошёна бунёд хоҳад гашт. Интизор меравад, ки корҳои сохтмонӣ дар соли 2021 ба итмом хоҳанд расид. Дар 5 моҳи соли равон дар ду бинои асосӣ корҳои сохтмонӣ оғоз шуданд. Аз ҷумла дар сохтмон би мақомоти молии ҳукумати давлатии шаҳри Хорух, ки фармоишгари он дирекцияи иншооти ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва бинои дуюм бошад, яке аз бинои муҳим, бинои мактаби рақами 8, ки дар ду марҳила сохта мешавад. Айн замон барои марҳила якум блок якум маблағ ҷудо гардида шудааст ва баъдан дар марҳилаи дуюм ва сеюм ба ҷои мактаби пештара сохтмони ду блок дигар сохта мешаванд. Бо ба анҷом расидани корҳои сохтмонӣ дар иншооти зикр гардида, сатҳу сифати таълим дар мактаб ва фаъолияти кормандони мақомоти иҷроияи маҳаллии шаҳри Хорух баланд хоҳад рафт. Дар деҳаи Мадни ноҳияи Айни дар болои сои Конингил купруки нави мошингузар сохта ба истифода дода шуд. Купруки мазкур, ки барои рафтуомади аҳолӣ зарур мебошад, аз ҳисоби пасандози маблағи барои ҳаҷ ҷамъовардаи сокини деҳа Заҳро Ёрова ва кӯмаки фарзандаш бунёд ёфтааст. Гузориши Фарҳоди Раҳмат. Дар деҳаи Мадни ҷамоати деҳоти Урметани ноҳияи Айни кӯмак ба ниёзмандон бунёди роҳу купрук аз ҷониби шахсони саховатманд ва соҳибкорон ба ҳукми анъана даромадааст. Мушкилоти аҳолӣ аз набудани купруки мошингузар сокини деҳаи Мадми ҷамоати деҳоти Урметан Заҳро Ёрова водор намуд, ки мушкилии 2000 аҳолии деҳаро ҳал намояд. Бо ин мақсад аз ҳисоби ин зани саховатманду кӯмаки фарзандаш ва ҳашари дастҷамъии аҳолии деҳа дар болои сои Конигил купруки нав бо дарозии 6 паҳнои 4 метр сохта мавриди истифода قرار داده شد. من خواستم که همون پلی حج پیشوندن بچه هم همین دهه به یک تا کبروک سازم. کارهای بنیادی کبروکی نو از اولی بهاری سالی روان آغاز یافته، برای مستحکم و تاب‌آور شدن مساله آهن و بتونی استفاده شده است. در عموم برای بنیادی این کبروکی نو 60 هزار سومانی مبلغ صرف گردیده است. در رسمی افتتاح پلی نو که مشکلی چندین سالی اهالی را حل نمود، از اقدام‌های نیک و عبرت‌بخش ارزیابی نمودند. زیرا زمین‌های کرمی خواجگی دهخانی دهه مدن در بالای دهه جایگیر بوده، اکنون امکانیتی بهتر فراهم آمد که تکنیک‌ها و مال و محصولات کشاورزی طریق این کوپروک به مشکلی انتقال داده شود. مردم نمی‌توانستند که محصولات یعنی کشاورزی استثنایی که در زندگی خود زیاد است و بازار برانند، یا که علف‌های بیده که در پایین دهه درآمد می‌کردند، یا که محصولات خارجی که در بیرون بود و داخل خارجی یا به داخل دهه وارد نمایند تنقسیم می‌کردند. اقدام زهرا یوروا اولین نبوده، با مسئولیت و توصیه این زنی نکوکار فرزندش صاحبکار زیاودین یوروف برای تعمیر راه دهه چراغان کردن کوچه ها کارهای زیاد انجام داده، همچنین در دهه برای به کار دائمی درآمدناک جلب کردن زنان و دختران مرکز هنرمندی تشکیل نموده است، که امروز در اینجا چندین نفر به کار هنرآموزی مشغولند. در دایره استقبال از جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در نوحه عینی، بنیاد و نفسازی انشاءات زیاد به نقشه گرفته شده، امروزها در مرکز ناحیه تعمیر و نفسازی نمای بیرونی بینای معموری جماعت دهات عینی، گلزار و چراغانکنی صحنه بینا، سفالک پوش نمودنی راه رفا انجام داده شده است، که حجم کارهای اجرا شده مبلغ 150 هزار سومانی را در بر میگیرد. همچنین از نو برقرار کنی میدان نزد نیمپیکره ابو عبدالله رودکی با لایحه جالب با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه انجام داده شد، که به حسن مرکز ناحیه زیبایی زم نمود و در 8 جماعت دهات ناحیه کارهای آبادانی و بنیادکاری ادامه دارند.
ادامه اخبار. ضمن عملیات ساختارهای قدرت جمهوری اسلامی افغانستان در ولایت بغلان 3 سلاح به دست محو کرده شده، ده ها هم اسلحه آنها زخمی و بازداشت گردیدند. بر اثر صدمه نقلیات مسافربر در شتات بغلان جمهوری اسلامی افغانستان خدمتچان حربی بر ضد گروه های سلاح به دست عملیات ضد تروریستی گذراندند. در نتیجه 3 سلاح به دست محو کرده شده، 28 تن از همسلکان آنها زخمی شدند. کارمندان ساختارهای قدرت ضمن عملیات یاروق و تکنیکای حربی سلاح به دستان را نابود کردند. از سبب مسکن گرفتن گروه های سلاح به دست در ولایت مذکور، خدمتچان حربی افغانستان پیوسته عملیات ضد تروریستی میگذرانند. در اطراف شهر کابل باشد، کارمندان مقامات پلیس ضمن عملیات مخصوص 6 سلاح به دست را بازداشت کردند. از روی معلومات کارمندان ساختارهای قدرتی، دستگیر شدگان در صادر نمودن کشتار، ربودن آدمان و خرید و فروش یاروق آتشفشان گناهکار دانسته میشوند. همچنین کارمندان مقامات پلیس از دستگیر شدگان در حجم کلان یاروق و مهمات جنگی را یافت و مصادره نمودند. در شتات اوندوی نیگریه автобус با صدمه دچار گردید. بر اثر حادثه 18 مسافر به هلاکت رسید. در یکی از روهای شتات مذکور راننده نقلیات مسافربر اداره آن را از دست داده به نقلیات بارکش برخورد است. پس از رخ دادن صدمه نقلیات مسافربر آتش گرفته است. از روی معلومات کارمندان مقامات پلیس، صدمه مرگبار با عیب راننده автобус رخ داده است، زیرا او هنگام اداره نقلیات مسافربر به سمت مقابل حرکت در راه برآمده است. گروه سلاح به دستان به منطقه اکونه کامرون حمله کردند. در نتیجه 8 ساکن آسایشته به هلاکت رسیده، چند کس دیگر مجروح شد. سلاح به دستان وارد منطقه اهالی نشین شده، جانب آدمان از زیر آتش کشیدند. بعدن چند بنای استقامتی را آتش زده، از محل حادثه فرار کردند. کارمندان ساختارهای قدرتی برای بی‌ضرر کردن گروه های سلاح به دست عملیات قطعی میگذرانند. در منطقه های گوناگون کامرون بر اثر حمله سلاح به دستان پیوسته ساکنان آسایشته هلاک و زخمی میشوند. نظامیان قواهای حربی بحری لیبیا در ساحل‌های قسمی غربی کشور 22 گریزه را از غرق‌شوی نجات دادند. خدمتچان حربی 55 کیلومتر دور از ساحل‌های شهر صبرتا قایق رزینی را که با آن گریزگان شنا کرده در حال غرق‌شوی قرار داشت مشاهده کرده، سری وقت گریزگان را نجات دادند. گریزگان شهروندان کشورهای آفریقا میباشند. خدمتچان حربی آنها را به قرارگاه‌های موقتی انتقال دادند. حکومتداران لیبیا از سبب بسیار بودن گریزگان در حدود کشور با مشکلی دچار شده، قسمی از آنها را برگشته به کشور هایشون استرداد میکنند. در ونزوئلا 4 میلیون اهالی از سبب بحران اقتصادی مجبور شدند که منزل های استقامتشان را ترک نموده راه به سوی دیگر کشورها را پیش گیرند. در این باره نمایندگان سازمان ملل متحد خبر دادند. تنها دوام 7 ماه اخیر 1 میلیون اهالی حدود ونزوئلا را ترک نمودند. از سبب بحران شدید اقتصادی و وضع ناگوار زندگی ساکنان، فعالیت مؤسسه های تندرستی و اجتماعی در این کشور غیر قناعت بخش بوده، اهالی خصوصا کودکان از نارسایی مواد غذایی و داروواری اذیت میکشند. با گفته کارشناسان، از سال 2014 تا 2017 در حدود ونزوئلا فوت کودکان تا 5 ساله 50% افزایش یافته است. در رابطه با این، صندوق بین المللی کودکان یونیسف دوام 6 ماه اخیر به ونزوئلا 55 تن داروواری و دیگر مواد طبی دسترس کرده است. به طور ضروری نبودن مواد داروواری در بیمارخانه ها و زیر خطر ماندن سلامتی کودکان در منطقه های گوناگون ونزوئلا باعث نگرانی طبیبان سازمان های کمک رسانی طبی گردیده است. وابسته به این، نمایندگان سازمان ملل متحد از نهادهای کمک رسانی طبی و کشورهای علاهیده دنیا درخواست نمودند که به ونزوئلا جهت انتقال داروواری و دیگر مواد ضروری به اهالی مساعدت نمایند. در شهر دالاس شتات تکساس شتات های متحده آمریکا کران ساختمانی با بالای بنای استقامتی افتید. در نتیجه یک نفر جان باخته، 6 کس دیگر جراحت برداشت. همزمان قسمی از بنای استقامتی خراب گردید. احتمال شماره هلاک شدگان افزایش یابد، زیرا با گفته کارمندان خدمات داخلدار در زیر خرابه های بنا آدمان قرار دارند. در محل حادثه کارمندان خدمات نجات دهی برای برطرف کردن خرابه های بنا و پیدا کردن بینشان گشتگان فعالیت دارند. مساعدی وضع هوا باعث افتیدن کران باربرداری ساختمانی شده است. در یکی از منطقه های شریلانکا نقلیات مسافربر به صدمه دچار گردید. بر اثر حادثه قریب 20 مسافر با جراحات گوناگون به بیمارخانه انتقال داده شدند. طبیبان وضع سلامتی چند تن از زخمیان را وزنین ارزیابی میکنند. راننده نقلیات مسافربر هنگام حرکت به автобусе که در کنار راه قرار داشت برخورده است. موافق معلومات پیشکی، سبب رخ دادن صدمه نقلیات مسافربر در سر زدن نقصان تکنیکی در سیستم بازدارنده آن ارزیابی میگردد.
در штати Акри, Бразилия, در кишти Боркаш, таркиш рух дода, сипас сухтор зар зад, ки боиси захми шудани 15 нафар гардид. Захмиён аз тарафи кормандони хадамоти дахлдор ба беморхона интиқол дода шуданд. Дар миёни захмиён занону кудакон низ ҳастанд. Ҳодиса начандон дур аз марзи Перу ба қайд гирифта шудааст. Ҳангоми рух додани таркиш, ронандаи нақлиёти интиқолдиҳандаи маводи сузишворӣ аз маҳалли ҳодиса фирор кардааст. Кормандони мақомоти полис ронандаи нақлиёти Боркашро ҷустуҷӯ доранд. Сабабҳои рух додани таркиш дар киштӣ дар риоя нагардидани меъёрҳои бехатарии техникӣ мебошад. Дар яке аз роҳҳои штати Нью-Йорки Штатҳои Муттаҳидаи Америка нақлиёти боркаш, ки одамонро интиқол медод, ба садама дучор гардид. Дар натиҷа як нафар ба ҳалокат расида, 20 каси дигар бо ҷароҳати гуногун дар беморхонаҳо бистарӣ шуданд. Гуфта мешавад, ки ронанда ҳангоми ҳаракат дар минтақаи хатарноки кӯҳӣ идораи нақлиёти боркашро аз даст дода, ба садама дучор гардидааст. Сарзадани нуқсони техникӣ дар нақлиёт омили асосии рух додани садама арзёбӣ мегардад. Дар ноҳияи Деваштеҷ имрӯзҳо дарав ва захираи хӯроки дурушти чорво идома дошта хоҷагидорон нақша доранд. Бо ҷамъоварии алафи худрӯе, ки соли равон хеле хуб нашъунамо карданд, илова ба нақша хӯроки чорво захира намоянд. Гузориши мазбути Бобозода аз ноҳияи Деваштеҷ. Фаромонии хушоки табиӣ бештар дар заминҳои ҷамоати деҳоти Розантарак ба мушоҳида расед. Алафҳои табиӣ тепа ва адирҳои ин макони пурфаш бо қувваи саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонӣ аъзои ассотсиатсияи хоҷагиҳои деҳқонӣ ба номи Исматулло Раҳматуллоев хушсифат дар ведаи ба тойҳо мубаддал гардонда мешаванд. Саҳмдорон ҳар як қабза алафи табиӣ пухтарасидаро бо қадршиносӣ ва беталаф медараванд ва фаъолияти саҳмдорон тибқи нақшаи ситоди аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия созмон ёфта наздики 80 адад трактори даравкунанда, ҷамъоварандаи тойбанд ва нақлиёти хошоккашон вобаста гардидааст. Саҳмдорони хоҷагии деҳқонии Бобур дар ин марҳилаи алафдаривии захирасози хошок намунаи иброт ҳастанд. Дар хоҷагии деҳқонии мазкур 3560 сар бузи гӯсфанд ва 550 сар моли калони шохдор парвариш меёбад ва барои нигаҳдории моли калони хурд ҳамарӯза 10 сентнер кӯҳу пахол ва хӯроки сершировии емвориҳо масраф мегардад. Дар хоҷагии деҳқонии Бобур ҳамагии моли калони шохдор то имрӯза 550 сар буда, аз ин модагоҳ 120 сар. Моли майда 3000 буда, аз ин 1200 сар меш ташкил мекунад. То имрӯз аз 100 сар меш 90 сари бада гирифта шуд. Мавриди баён аст, ки барои 3560 сар бузи гӯсфандон ва 550 сар моли калони шохдор ҳамасола наздики 3000 тонна хӯрок сершири ва хошоки дурушт ва емворӣ сарф карда мешавад. Аз ин рӯ саҳмдорон сербориши садиши алафҳои фаровони табииро фаъоли нек шуморида соли равон азм доранд, ки ба андозаи 3 нақшаи дурнамо хошок захира созанд. Ҷиҳати таъмини нақша имрӯз дар хоҷагии деҳқонӣ ҳамаи шароитҳо фароҳам аст. Саҳмдорон ҷамъоварии хошокро тавассути техникаҳои худӣ роҳандозӣ кардаанд. Саҳмдорони хоҷагии деҳқонии Бобур имрӯз дар ҳадафи ҷамъоварии хошоки табиӣ ҳамзамон нигоҳубини 35 гектар ёнҷқазор, 32 гектар ҷуворимакаи хӯрок сабзи чорво, 11 гектар тарбуз, 6 гектар пиёз, 1 гектар сабзӣ ва 1 гектари дигар картошкаро намунавор роҳандозӣ кардаанд. Мазбути Бобозода, Деваштеҷ, ахбор. Бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом расед. Хайр, саломату сарбаланд ва бо барномаҳои телевизионӣ Тоҷикистон бимонед.